درود بر شما. با 180 ثانیه سه شنبه 8 فروردین ما همراه ما باشید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از افزایش 14% آمار بستری بیماران مبتلا به کرونا با توجه به آغاز موج 8 این بیماری در ایران خبر داده است. سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفته زیرسویه‌های جدید کرونا که در کشور در حال گردش هستند قدرت سرایت بالایی دارند. بنابر اخبار و ویدئوهای رسیده امروز سه‌شنبه 8 فروردین ماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز در اعتراض به شرایط بد معیشتی و عدم رسیدگی به خواست و مطالباتشان در مقابل اداره کل تامین اجتماعی خوزستان در اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. اجرای همسازی بدون حق بازی، اجرای همسازی بدون حق بازی، اجرای همسازی. امروز سه‌شنبه همچنین جمعی از معلمان استانهای خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، زنجان، کرمانشاه، اردبیل و همدان مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش این استانها تجمع کردند. تجمع اعتراضی فرهنگیان همدان سه‌شنبه 8 فروردین ماه 1402 در حیات اداره کل. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که امروز منتشر شد از کشورهای جهان به دلیل اتخاذ رویکرد دوگانه در مقابل نقض حقوق بشر انتقاد کرد. در این گزارش از جمله به سرکوب بیرحمانه مخالفان حکومت‌ها در سراسر جهان و همچنین در ایران پرداخته شده و آمده است که مقامات ایران قیام بی‌سابقه مردم علیه دهه‌ها سرکوب را با گلوله جنگی و با اعمال غیرقانونی زور پاسخ دادند. نیروی هوایی اوکراین گزارش داد که روسیه در شب 27 مارس با پهپادهای شاهد ساخت ایران و بمب‌های هدایت شونده به اوکراین حمله کرده است. به گفته نیروی هوایی اوکراین روسیه در مجموع 13 پهپاد به منطقه ارسال کرده بود که 12 فروند از آنها توسط پدافند هوایی اوکراین سرنگون شد. در پی انتشار فیلم توقیف شده برادران لیلا در رسانه‌های اجتماعی و بازتاب گسترده آن، مدیر کل نظارت بر نمایش وزارت ارشاد کارگردان فیلم را به قاچاق آمدانه اثرش متهم کرد. در مدت حدود 2 هفته‌ای که از اکران آنلاین این فیلم می‌گذرد، هشتگ برادران لیلا به یکی از ترندهای توییتر فارسی بدل شده. مخاطبان بسیاری به آن واکنش نشان دادند و درباره آن نوشتند.